اینجا دیوازناو است، روستای تاریخی با جاذبه های طبیعی و آبی که هزاران سال است از دل این کوه های بلند بیرون می آید. مردمان سخت کوش این روستا قرنها از راه دامداری زندگی می گذراندند. دشه ها حیوانداری من کرده، سه من چوار من بفرمان بوده. حال چند سالی است که با هدایت این آب در مسیر توسعه یکی از بزرگترین مراکز تولید ماهی قزلالا در منطقه راه اندازی شده است. خانم اسنانی از جمله کسانی است که سالها به دلیل بیکاری همراه با خانواده روستا را ترک کرده بود. با شوهرم رفتیم تهران زندگی میکنیم، به خاطر بیکاری اینجا را به راه انداختن، خدا را شکر اومدیم اینجا، خیلی راضیم. آمار 10 ساله را در نظر بگیریم، 60 خانوار به اون روستا مهاجرت کردن، یعنی مهاجرت معکوس داشتن. حمید 10 ساله هم آرزوهایش را در دل این چشمه های زلال جستجو میکند. دوستم همین کار پدرم آیدم میگویم و مایا را خیلی دوست دارم. رقص ماهیان در آب و سکوت کوهستان در این روستای چندین هزار ساله سمفونی زندگی را به زیبایی می نوازد. به رغم تمامی ظرفیت های بالای این روستا، وجود جاده ناهموار امان مردم این منطقه را بریده است. واسه همین جاده کرایش هم بیشتر واسه ما میفته، فروشمون هم ارزون تره دیگه. قرار بود فاز دوم مجتمع پرورش ماهی سیروان چند سال پیش به افتتاح برسد. از طریق شیرات و جهادکشاورزی پیگیری کردیم، ولی متاسفانه هنوز گویا بودجه‌اش تامین نیست. اگه مسئولین همت بکنن و آرزوی دیرینه مردم این دوتا روستا رو به واقعیت تبدیل کنن، سالانه حدود 1500 تن ماهی در این مجتمع تولید میشه که این یعنی اشتغال زایی، کسب درآمد پایدار و جلوگیری از مهاجرت. طیب الله فیصی، خبرگزاری صدا و سیما، روستاهای دیوزنا و جولانده، سرواباد.